خرسان شدن به مصیبت دیگران. البته خرسان شدن با آن مصیبتی که یک برادرت در دنیا و آخرت به آن گرفتار شده است، این صفتی نهی شده است و آن خصلتی بد است، خصلتی که صاحب آن محبت و مهربانی در قلب ندارد. خصلت او همان بدبینی و پسشماری است. در اصل شخص مسلمان باید به درد و علم برادر مسلمانش همراه درد و علم بکشد و با غم و اندوی آنها شریک باشد. صفت دشمنی مسلمان بودن و به آنها حسد کردن را از خود دور بکند، زیرا همه این صفتها بد است که به انسان خاری می آورد. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم امر به پناه جستن از شاد شدن به مصیبت دیگران را کرده چنین فرمودند: و الله سبحانه و تعالی از گرفتار شدن به سختی بلا و سرنوشت بد و قضاوت نادرست و شاد شدن به مصیبت دیگران. حدیث با روایت امام بخاری. امام شیبانی رحمه الله گفت پیامبر صلی الله علیه و سلم از شاد شدن به مصیبت دشمن پناه جستند و ما را امر به پناه جستن کردند، زیرا چنین خصلت بد و نفس بشریت تأثیر دارد که باید بندگان از چنین خصلت بگریزند. اگر پیرو چنین خصلت بد باشند، سبب می شود که حرام کرده های الله سبحانه و تعالی را حلال دانند و به هر مسلمان واجب است که از همه سبب هایی که آنها را به خصلت خرسند شدن و مصیبت دیگران می کشد دوری جویند. از جمله آن سبب ها از حد زیاد به منفیت های دنیاوی دل بستن که تأثیر آن به آن چیزی که درخواست حقوق برادری میکند. دوم، دوست داشتن نفس خود و خودپرستی و پایمال کردن حقوق دیگران. سوم، پس شماریدن، حسد کردن و بدبینی و در خرسند شدن به مصیبت دیگران تأثیر سلبی بدی است. یکم، خرسند شدن به مصیبت یک برادر و عیب آن را آشکار کردن از بزرگترین گناه است. ابن قیم رحم رحمه الله گفت البته برادران را به یک گناه تهمت کردن از بزرگترین گناه است، حتی از گناهی که آن انجام داده است و یا مصیبتی که آن گرفتار گشته است، و برای خودپرست نشدن از همه گناه باید حذر کرد. خرسند شدن به مصیبت دیگران تأثیر سلبی به شخص و جماعت دارد که آن انسان را به خواری و پستی و با حسد بودن و دشمنی میبرد و هم انسان را آن به سنگدلی و بیرحمی میبرد. آن سبب گرفتار شدن به ناراضگی پروردگار و ناراضگی مردم میگردد. خرسند شدن به مصیبت دیگران گاه عکس حال گشته نزد او با همان مصیبتی که خرسند گشته بود گرفتار گردد. ابراهیم نخعی رحمه الله گفت گاهی من چیزی را می بینم که آن را بد می بینم، آن را از من کسی من کرده نمی تواند که در حق او سخن بکنم، مگر اینکه ترس من تنها از گرفتار شدن به همان مصیبت است.